Today, I'm 35 years old, and I know my father couldn't be with us because he was trapped in a political prison called Evin. I also know I was born in that prison, and that's basically everything I know. داستان فیلم متولد اوین جستجوی من برای درک شرایط خشونت بار تولدم در زندانه. راستش من همیشه حس می‌کردم که نسبت به اون چه که از سر گذروندم و شاهدش بودم و تا امروز همیشه در زندگیم مسکوت مونده بوده مسئولیت دارم. Graves of executed prisoners stretching out as far as the eye could see. Men were arrested at 10 in the morning and dead by 11. Rows of prisoners were shot by firing squad. The legacy of abuse is extensive and inevitably persists to the present day. همیشه دلم می‌خواست با پدرم یه مصاحبه بکنم و از اون چه که در اون دوران اتفاق افتاده و او تجربه کرده و ازش با خبره بپرسم. این چی بود؟ پیران. پیران؟ یه موقع که همون می‌رفتن یه لونگ دادن. بعد موقع که یکی میرفت بیرون اعدام میشد، نفر بعدی میپوشیدش. میشستیش؟ بعد موقع که اونو اعدام میکردن، یکی دیگه چیزی میکرد. بعد من اینو نگه داشتم، یه لونگ، اینکه به پا میبندن. ولی کم کم متوجه شدم ابعاد قضیه خیلی از اینها بزرگتره. و ما نسل دومی هایی که خارج از ایران بزرگ شدیم هم برای کنار اومدن با این قضیه نیاز داریم که راجبش حرف بزنیم. سعی کردم نشون بدم که وقتی آدم به سراغ سایه های ناخوشایندی که گذشته بر زندگیش انداخته میره چی میشه؟ من هنرپیشه هستم و کارگردان از برلین تو آلمان. الان 3 سال روی پروژه کار میکنم. دوکیومنتری فیلم دو سال زندان تو ایران تو سال 80. من خودم تو زندان اوین به دنیا اومدم و دنبال بچه ها هستم که همون وقت با من اونجا بودن و مادرشون که دوست دارن با من حرف بزنن. من دلم نمیخواست توی فیلمم باشم. اول که تحقیقم رو شروع کردم، قصدم این بود که بچه های دیگه که همزمان با من تو زندون به دنیا اومده بودن رو پیدا کنم. اما بعد متوجه شدم این کار یه جور فراره و راهیه که من باز سکوت رو نگه دارم. میدونستم که اگه این شجاعت رو پیدا کنم که داستان خودم رو بگم و به نمایش بذارم و سختی‌های رفتن به سمت مسائلی که اینقدر برام دردناک و مشکله رو متحمل بشم، میتونم به یه چیز صمیمانه و صادقانه دست پیدا کنم که بقیه رو هم تشویق کنه که بخوان سکوتو بشکنن. My mom and I get along super well, but we just can't talk about the past. 3 decades of silence, and not once I had asked her, "Mom, what has happened to us in prison?" And not once did she tell me, "Mariam, I think we should talk about something." برای کسی که قربانی خشونت بوده، همین که جون سالم به در برده جای تمجید داره. نمیشه رو دوششون بار اضافی گذاشت و گفت حالا که جون سالم به در بردی، باید به اتفاقی که افتاده نگاه کنی و باهاش کنار بیای و زبانی برای بازگوییش پیدا کنی. من هرگز چنین انتظاری از کسی ندارم. ولی من شخصا فکر میکنم که اگه آدم به گذشته و به اون چه که روی هستیش سایه انداخته توجه نکنه، نمیتونه صادقانه زندگی کنه. همیشه زندگیش توام با ترس از جهان پسرونده شده ناخودآگاه خواهد بود و نقاط تاریک زندگیش زیاد میشه. I was 8 months old when my mother was arrested. I was 2 years old, so she was arrested on 15th of June 1981. I was 2 years old when my aunt was executed in October 1982. I was 8 years old when my mother was executed in the massacre of the summer of 1988. So the story is that the movie starts with. داستانی که فیلم با اون شروع میشه داستانی از تلموده که میگه هر نوزاد تا پیش از تولد شمعی بالای سرش روشنه. این شمع سمبل اینه که همه چیزو میدونه. در لحظه تولد یک فرشته اون شمع رو فوت میکنه و نوزاد همه چیز رو فراموش میکنه و در مسیر زندگیش باید راهی پیدا کنه که همه اون چیزایی رو که فراموش کرده دوباره به یاد بیاره. من فکر میکنم یه جورایی این بازیابی دانسته ها و درک و تصدیق اون چه که بر ما گذشته و مواجهه باهاش لازمه. متولد اوین با سوال من درباره شرایط تولدم در زندان شروع شد. ولی یه جایی میرسه که پاسخ سوال دیگه اهمیتی نداره.
اون چه که در واقع اهمیت داره اینه که من با اون چیزایی که روی گذشتم سایه انداخته مواجه بشم و قدرت بیانشون رو پیدا کنم. اینم باید در نظر گرفت که گرفتن جواب حق ما نیست. نسل قبل مجبور نیست به ما جواب بده، ولی ما مجازیم و حق داریم که سوال کنیم. Das ist ein ganz, ganz schönes Gedicht. رسید مژده که ایام غم نخواهد بود. غنیمتی شماره شم وصل پروانه که این معامله تا صبح دم نخواهد ماند.